درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 19 دی ماه همراه ما باشید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع و آمریکا و بریتانیا را به امتحان کردن واکسن بر روی ملت‌های دیگر متهم کرد. سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران تنها ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی گفت که ورود 150 هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا توسط این سازمان منتفی شد. کتیه رجبی، خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست خبر داده که لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی، محبوس در ایران بر اثر بیماری درگذشت. به دلیل مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با درخواست‌های آقای رجبی برای اعطای مرخصی و دیدار با مادر خود، وی از زمان بازداشت موفق به دیدار با او نشده بود. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در برنامه‌ای در شبکه تلویزیونی قرآن با طرح ادعای عجیب گفته محمد تقی مصباح یزدی هنگام غسل چشمش را باز کرد، یک نگاه مهربانانه کرد و سپس چشمانش را بست. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از زندان قرچک ورامین به مرخصی استعلاجی 3 روزه رفت. این خبر را رضا خندان، همسر خانم ستوده، امروز جمعه در صفحه توییتر خود منتشر کرد. اما درباره این مرخصی استعلاجی و بیماری خانم ستوده توضیح بیشتری نداد. نرگس محمدی، خانواده مصطفی کریم بیگی، حشمت الله تبرزدی و زرتشت احمدی راقب به اتفاق جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ایران امروز با حضور بر مزار روح الله زم مدیر آمد نیوز که اعدام شد سرود ای ایران خواندند. آنها همچنین بر خاک شماری از جانباختگان هواپیمای اوکراین گل گذاشتند. رئیس مدیریت بحران شهر تهران میگوید پایتخت تنها از آمادگی 20% در مقابل زلزله برخوردار است. رضا کرمی محمدی گفت این میزان آمادگی هم بر اساس طرحی که حدود 22 سال پیش با همکاری ژاپن تهیه شد ایجاد شده، اما تنها برخی از پروژه های آن طی 2 دهه گذشته اجرایی شده است. ترکیه ماهواره مخابراتی نسل پنجم ترکسات 5R را امروز جمعه از طریق پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال ایالت فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب کرد. وزیر حمل و نقل زیرساخت ترکیه اعلام کرده که این ماهواره با موفقیت پرتاب شده و اولین سیگنال آن 35 دقیقه بعد از پرتاب به زمین رسیده است.